مردم ایران، صدای مردم بلوچستان، صدای مردم کردستان و صدای مردم تمام ایران هستیم. هر چقدر که جمهوری اسلامی خانواده ها رو بخواد ساکت بکنه، ما این صدا رو در خارج کشور بلندتر میکنیم و اجازه نمیدیم صدای مردم تو ایران خاموش بشه. میدم اسلام میشه نگیرون این ایران، محمد عالمی هستم، ملاقات محمد بلوچ، فعال سیاسی بلوچ در آلمان و امروز در فرانکفورت اومدیم با ایرانیان آزادی خواه. امروز تاریخ 3 سپتامبر سالگرد جمعه خونین زاهدان که در آن جمعه بیش از 160 نفر مردم بلوچ بیگناه به خاک خون کشیده شدند و امروز ما آمدیم دادخواه صدای خدا نورها باشیم، دادخواه صدای حسی باشیم، دادخواه کودکانی باشیم 2 ساله باشیم که در چابهار و زاهدان و در خاش کشته شدند و بیگناه کشته شدند و مردم بلوچستان در طول تاریخ 1 ساله اعتراضات خودشون فریاد جنبش زن زندگی آزادی رو سر دادن تا بتونن از حق و حقوقات شهروندی که در نقاط دیگه ایران هم اکنون همه ایران محروم از این آزادی هستن، آزادی بیان، آزادی گفتاری، آزادی شهروندی، از هر نوع آزادی که در گوشا گوش ایران باشه اینها محروم هستن، اومدن فریاد بزنن که ما حق و حقوق خودمون رو میخوایم و در چارچوب اون حقوق شهروندی که متاسفانه جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان 100 برابر خشونت و رفتاری که در سایر استان ها داره در بلوچستان بیشتر داره. شما میدونید کشته های زاهدان رو، حوادث تلخ سوخبران زاهدان، ما در سال گذشته با شهدای جمعه خونین و سوخبران کشته شدن 1264 نفر کشته دادیم، بیش از 3400 نفر اکنون در زندان های جمهوری اسلامی از استان سیستان بلوچستان هست، بیش از 19 نفر قتل و خواهی داریم از حادثه جمعه خونین زاهدان و ما اومدیم امروز صدای مردم بلوچستان را در اینجا به گوش جهانیان برسونیم، به گوش تمام سازمان های حقوق بشری برسونیم که امروز در گوشاگوش دنیا منتظر شنیدن صدای مظلومان هستند. امیدوارم که صدای مردم ما باشید، همه ایران، فرقی نمی کنه ما از هر نقاط ایران باشه، همه با هم برابریم. سلام عزیزان، تمام اینایی که اینجا هستید و اونایی که بعداً صدای منو میشنوید، سلام به شما همه عزیزان که عاشق آزادی هستید، عاشق ایران هستید. میخوام سپیده قلیان باشم، میخوام صدای زنان دیگه زندان باشم، زنانی که زنان زندانیان سیاسی که علی‌رغم تمام فشارها و خطرها توی حیات زندان روسریاشون رو میسوزونن. میخوام صدای مبارزان بیگناه باشم، میخوام صدای پزشکان و پرستارانی باشم که به جرم درمان کردن و رسیدگی کردن به مجروحان تجمعات و اعتراضات داخل ایران زندانی شدن، شکنجه شدن، تبعید شدن، کشته شدن و ناپدید شدن. میخوام صدای تمام نخبه های زندانی باشم، نخبه هایی که هیچ آینده ای ندارن و در سیستم فاسد علمی ایران سعی میکنن رشد کنن و در نهایت تا میخوان کار مثبتی برای مملکت انجام بدن، تا اسم آزادی و اسم آبادی ایران رو میارن، سر از سلولای انفرادی در میارن. میخوام صدای تمام عزیزان محیط زیست باشم، طرفداران محیط زیست باشم که
با کوچکترین فعالیتی که برای بهبود وضعیت محیط زیست ایران میکنن و کوچکترین کنکاشی که میکنن و دنبال مقصر میگردن سر از زندان در میارن. میخوام صدای تمام بلوچ ها باشم، میخوام صدای تمام زنان ایران باشم. قلب من امروز تیکه تیکه شده است. میخوام صدای کسانی باشم که توی بدنشون پر از ساچمه است و جرأت این که پیش دکتر برن و ساچمه ها رو در بیارن ندارن. صدای کسانی باشم که چشمشون رو از دست دادن. دوست دارم که صدای تمام عزیزانی باشم که به خاطر حاشیه نشینی و به خاطر مرز نشینی کولبر سوختبر هستن و زندگی مناسب و انسانی نمیتونن برای خودشون و خانوادهشون تأمین کنن. میخوام صدای کسانی باشم که خودشون رو فدای کودکان کار و خیابان کردن، کسانی که باید با حکومت بجنگن تا بتونن برای کودکان کار و کودکان خیابان کاری بکنن. دلم میخواست که امروز میتونستم پیام تمام این عزیزان رو بهتون برسونم. دلم میخواست که کسانی که توی ایران هستن الان اینجا لایف بودن میتونستن درداشون رو خودشون به شما بگن. دلم میخواد که از زنهای بلوچ بگم، به خاطر همین لباس بلوچی پوشیدم. من بلوچ نیستم ولی بلوچم.